با درود بر شما هموطنان گرامی، ما کلن بشر دو نمونه داریم، بشر روزی و بشر موزی. بشر لوزی بشری که لوز لوی پاشه، بشر موزی بشری که موز لوی پاشه. حالا وقتی که بحث حقوق بشر پیش میاد، بشر بودن شما بستگی که بشر بودن فرد بستگی به این که بسته به این که لوزی هست یا موزی فرق میکنه. اگر موزی باشه همچی مهم نیست، اگه سیاسی باشه، طرفدار مثلا اصلاحاتی باشه، یا که گروه های باشه که تو انقلاب 57 فعال بودن، خیلی مهم هستن. ولی اگه حالا کسایی باشن که تو انقلاب 57 فعال نبودن، طرفدار بی بی سی و از این کسافت هم طرفدارشون نباشن که هیچی، خیلی ارزشی ندارن. اما زمانی که تو این دوتا در مقابل هم قرار میگیره، یعنی بشر موزی و بشر لوزی، وقتی بشر لوزی مورد ظلم قرار میگیره، داود بی داود، او حقوق زنان پایمال شد، نمیدونم مرد ایرانی مرد مسلمان ظلم کرد، فلان بیسار، مصیبت تمام چیزا پر میشه، روزنامه، رسانه، نمیدونم رادیو، تلویزیون، همه فعالین حقوق بشر. اما همه فعالین حقوق بشر اگر یک لوزی به موزی ظلم کنه، اصلا اون موزی بشر نیست. همین الان 2300 نفر زندانی مهریه داره، یعنی لوزی ها موزی ها رو کردن زندان، اصلا کسی این خیالش نیست، اصلا اون موزی بشر حساب نمیشه، مرد بشر حساب نمیشه. با استفاده میان خودشونو میچسبونن به مرد، با استفاده از مهریه دارای مرد رو میکشن بالا، حقوقش رو توقیف میکنن، زندانش میکنن. ولی رسانه ها اصلا خفه خوم مرگ گرفتن، اصلا بشر حساب نمیشن. ولی حالا یه موضوع دیگه هم هست، حقوق بشر موزی لوزی تو خارج از کشور هم فرق میکنه. حالا اگه تو خارج از کشور باشه، طرف لوزی باشه و یه موزی کشته باشتش، بستگی داره که اون کی باشه، افراد فهم میکنه. تو چند ماه گذشته دو تا زن تو سوئد توسط شوهران سوئدیشون کشته شدن. این همه فعال سیاسی داریم تو سوئد، خودتون دیدی که گوتنبورگ و استکهلم چه خبره، اتفاقا تو هم دو تا شهرم کشته شدن، ولی هیچ صدایی بلند نشد. اینه که این افرادی که دم از حقوق بشر میزنن، دم از حقوق زنان میزنن، یه مشت مرد ستیزن. اینا بشر رو به مرد و بشر به حساب نمیارن، فقط یک سری افرادی هستن که نسبت به مردا عقده دارن، میخوان کینه‌شون رو سر مردا خالی کنن و زنا رو میان بولد میکنن، میان بیشتر تو چشم میارن. اتفاقا وقتی که به مردا توسط زنا ظلم میشه، در نهایت این زنا هستن که آسیب میبینن. وقتی که یک زنی میره شوهرشو میکنه زندان و بقیه زنا هم یه چه گوهی داری میخوری کسافت و دارای شوهرشو میکشه بالا، دیگه چشم بقیه مردا میترسه، ترسیده میشه، کسی ازدواج نمیکنه. خیلی از شما دخترها که در مقابل ظلم زن به مرد خفه خون مرد گرفتین، باید آرزو ازدواج و مادر شدن رو به گور ببرید. به خاطر چی؟ خاطر که خودتون خفه خون گرفتید. اگه خفه خون نمی گرفتید، شرط جامعه جور نبود که هیچ کس جرأت نکنه ازدواج کنه.